شنونده های عزیز، امیدوارم که خوب باشید. آنیتا رو میشنوید از آیین آینه. این قسمت با معرفی قطعه ساخته نیکولا پیووانی، موسیقیدان ایتالیایی شروع میشه. اسم این قطعه هست زندگی زیباست، موسیقی متن فیلمی با همین عنوان. تاریخ سینما یک فرد بسیار با نبوغ وجود داره به اسم روبرتو بنینی. او ایتالیاییه و متولد 1952. فیلمنامه نویس، کارگردان سینما، تئاتر و تلویزیون ایتالیا است. تو سال 1997 یک فیلم می‌سازه که باید تماشا کرد. فیلمی به اسم زندگی زیباست. خودش و همسرش توی این فیلم نقش آفرینی می‌کنن. این فیلم به عنوان یکی از برترین فیلم‌های کمدی تاریخ شناخته میشه. اگر فیلم رو به دو نیمه تقسیم بکنیم، توی نیمه اول زندگی روی خوش و بیخیال به گویدو که نقشش رو به نینی بازی میکنه نشون میده. نیمه دوم فیلم تأثیرات جنگ جهانی دوم و یهودی ستیزی بر این مرد ساده و خوشحال و خانوادهش که او با هزار عشق و هزار امید تشکیل داده بود رو نشون میده. در سال 1998 بنینی جایزه اسکار بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان و بهترین بازیگر مرد رو به خودش و جایزه بهترین موسیقی فیلم رو به نیکولا پیووانی اختصاص میده. میخوام که خوب به این داستان گوش کنید. ببینید آیا برای شما هم خیلی آشنا و تکرار شونده است؟ یا اینکه فقط به نظر من میاد. گویدو یک مرد یهودی مهربان و خوشروه که با یک زن مسیحی ازدواج میکنه و صاحب یک پسر میشن. از ابتدای فیلم از دید پنهان نیست که گویدو به دلیل دینش مورد تبعیض قرار میگیره. اما تو نیمه دومه که ناگهان دیگه جایی برای خندیدنهای شیرین باقی نمیمونه و خانواده گویدو به اردوگاه‌های کار اجباری آلمانی فرستاده میشن، حتی همسر او که مسیحی بوده. پسر کوچیکشون همراه گویدوست و حالا پدر که روحیه خیلی بالایی داره و عاشق پسرشه، نمیخواد اجازه بده که واقعیتی که در اطرافشون هست متوجه بشه. او به پسرش میگه که قرار هست یک مدتی توی یک بازی زندگی کنند و تمام این صحنه ها قسمتی از یک بازیه و سربازهای نازی هم بازی کنن این بازی. چقدر بنینی زیبا شوخی میکنه. او به جاشوا یعنی پسرش وعده یک تانک واقعی میده و براش امتیاز تعیین میکنه تا بتونه به اون جایزه نزدیک تر بشه. توی موقعیت های نفسگیر به طرق مختلف جاشوا رو سرگرم میکنه و واقعیت رو کاملا وارونه به اون نشون میده. شک کردم به این که بگم واقعیت ها رو وارونه نشون میده و یا اونقدر باهوشه که سرانجام قصه رو برای پسرش میگه. گویدو یک قصه‌گوه و جوهر داستانی رو که روایت میکنه امیده. برای همین وقتی این فیلم رو تماشا میکردم متوجه میشدم که اشک و خنده در هم آمیخته میشن و چیزی نبود که بتونم جلوش رو بگیرم. برای امیدواری باید وارد میدون عمل شد و گویدو به جای پنهان شدن پشت بله و نگفتن داستان خودش رو میسازه. برای امیدوار بودن باید شجاعت داشت و گویدو درست بین خود نازی ها با اونها بازی میکنه. یک بازی بدون آسیب. او از عشق به فرزند خردسالش پر شده و به هیچ وجه اثری از تردید و ترس در چهرش وجود نداره. به عقیده بنینی رسیدن به زیبایی و شعر مهمترین هدفه. خواه این زیبایی در کمدی باشه و خواه در تراژدی. من به این حرف بنینی این رو هم اضافه میکنم که در صورتی کمدی و تراژدی میتونه زیبا باشه که معنا داشته باشه. انسان بدون معنا مثل عروسک خیمه شب بازی میمونه. صرفا موقعیت ها میتونن باعث خنده و اشکش بشن و معنا برای حیات پیدا کردن به یک ظرف احتیاج داره.
و اون ظرف هدفه. هدف گویدو نجات پسرشه. بنابراین باید برنده شدن نور بر تاریکی رو نه فقط باور داشته باشه، بلکه زندگیش کنه. اگر برای زندگی کردن این باور قانونی وجود نداره، باید قوانینی براش وضع کنه. باید این قوانین رو بازی کنه تا بتونه واقعیت خلق کنه. همونطور هم که در نهایت این واقعیت خلق میشه و پسر گویدو صاحب یک تانک واقعی میشه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. Meet a real life Prince Charming. He has met the woman of his dreams and he'll do everything in his power to sweep her off her feet and carry her away. Wonderful. Two thumbs up, says Siskel and Ebert. A modern comic masterpiece, raved the Chicago Tribune. In the story that proves love, family, and imagination conquer all.